کتاب درآمدی به فلسفه افلوتین در واقع یک کتاب مقدماتی بود که من نوشتم برای اینکه اون ساختار فکری به اصطلاح نو افلاطونیان رو شرح داده باشم که بعد بتونم مثلا نظریات به اصطلاح صوفیانه به خصوص احمد غزالی رو و با اون بتونم مقایسه بکنم و تطبیق بدم اینها رو با هم دیگه. این در واقع موضوع رساله دکتری من بود که این بخشش من جدا کردم و جداگانه چاپ کردم. کتاب البته یه کتاب چیزی نیست، تحقیقی خاصی نیست، یه کتاب ابتداییه که شاید بیشتر به درد دانشجوها بخونه. الانم دیگه بعد از این بیش از 40 سال پیش من در آوردم، 40 چند سال پیش در آوردم، الانم کتابای دیگه‌ای در اومده. خود آثار اصلا پلوتینوس افلوتین ترجمه شده به زبان فارسی، دیگه نیازی به اون کتاب نیست. به همین دلیل هم من دیگه سراغ تجدید چاپ اون نرفتم. اگه می‌خواستم اون رو تجدید چاپ بکنم باید خیلی روش کار میکردم که بتونم مثلا یه حرفی دیگه بزنم که چیز باشه. و در مورد اون تاریخ فلسفه هم من باز این کتاب رو اولین بار تاریخ فلسفه اسلام رو یه هلندی به نام دبور نوشت. کتاب نسبتا مختصری است، ولی بعدن میان محمد شریف پاکستانی آمد و مجموعه مقالاتی رو بیشتر از یا شاید هم منحصراً از به اصطلاح نویسندگان مسلمان پیدا کرد که اینها اومدن و مقاله نوشتن راجبه هر کدوم از متفکران ما. مثلا فرض کنید محمد ابن زکریای رازی یه نفر نوشته، یا نمیدونم فارابی، ابن سینا، اخوان الصفا و فخر رازی، حتی حاج تا این اواخر حاج ملادی سبزواری، ملا صدر، اینا راجبش هر کدومش یکی یه نفر اومد و مقاله نوشت. اینا به زبان انگلیسی بود، در دو جلد چاپ شد، هاراسویت چاپ کرد در آلمان. این کتاب بود و من درست یادمه که وقتی که میخواستن قبل از انقلاب فلسفه اسلامی رو، تاریخ فلسفه اسلامی رو تدریس بکنن، کتابی نبود و یه کتابی بود تازگی در این اواخر آقای آیتی ترجمه کرده بود از عربی، ولی به هر حال اون کفایت نمی کرد. این مبسوط نبود و همه جوانب رو در نظر نمی گیره، به خصوص در ایران. ببینید فلسفه در ایران، فلسفه اسلامی در ایران در واقع رشد کرده. بیشتر فلاسفه اصلا ایرانی بودن. حتی کندی که میگن که فیلسوف عرب، در واقع اینطوری نیست. اینا اون اهل بصره بوده و اینا سوابقشون اصلا ایرانی بوده. فلسفه اصلا در ایران رشد میکنه در دوره اسلامی و فلاسفه اصلا ایرانی بودن. و این کتاب، کتاب میان محمد شریف، در واقع این جنبه ها رو در نظر گرفته بود. یعنی این خب چون عرب نبود، چون عربا با یه تعصبی میخوان همه چیز رو عربی بکنن و این اون تعصب رو نداشت. کتاب این کتاب رو ترجمه نشده بود. ما در اوایل انقلاب فکر کردیم که به هر حال اگه این کتاب ترجمه شه حداقل برای تاریخ فلسفه در عالم اسلامی ده. بعضی هم به ما میگفتن که آقا همون موقع میگفتن آقا این کار نکنید، چرا شما میخواین ترجمه بکنید؟
چرا نمیایید مثلا مقاله بگیرید از اشخاص و تألیف بکنید یه تاریخ فلسفه در اصل، همون کاری که اون به زبان انگلیسی کرده شما بیاین به زبان فارسی بکنید. گفتم خب اون کارم میشه کرد، یکی دیگه بیاد اون کارو بکنه، ولی ما بیایم فعلا اینه که هست بدیم ترجمه. و این کارم کردیم و من مقاله ها رو یکی یکی دادم به اشخاص مختلف و اینا ترجمه کردن و آره در 3-4 مجلد چاپ کردیم اون کتاب. و بعدم اون کتاب ماجد فخری بود که اونم ما چیز کردیم دادیم به آقای حنایی کاشانی، ترجمه کردن. به هر حال اون زمان ببینید اینا رو بعد در نظر بگیرید که سابقه اینا، قبل از اینا ما چیزی نداشتیم و در واقع این اولین بار بود که ما اومدیم در مرکز نشر دانشگاهی کتاب‌های که کمبود داشتیم، نه فقط در زمینه فلسفه، در رشته‌های دیگه هم همینطور. تا اونجا که تونستیم ما سعی کردیم که اون چیزایی رو که کم داریم به عنوان کتاب درسی، کتابی که دانشجو بتونه ازش استفاده بکنه یا کمک درسی، از اینا در بیاریم. حالا سریع‌تر این بود که ما ترجمه بکنیم و بهتر این بود که ما تألیف بکنیم، ولی همیشه هم بهتر نیست. برای اینکه مؤلفا گاهی مؤلفای فرنگی خیلی بهتر یا خارجی خیلی بهتر می نویسن. حالا لزوما فرنگی نه، ولی شاید مثلا فرض کنید یه نویسنده عرب، لبنانی یا مثلا فرض کنید یه هندی، پاکستانی راجع به یه موضوعی بیشتر تخصص داشته باشه از اون کسایی که در ایران مثلا هستن. این کاری بود که ما کردیم و برای ترجمه اینها اقدام کردیم و درم آوردیم. ابوالحسن بستی به خاطر یه رباعی که داشت، دیدیم نهار گیتی و اصل دو جهان، و از علت و آل برگذشتیم آسان، و نور سیه زلان و قط برتر دان، زان نیز گذشتیم نه این ماند و نه آن. این یه رباعیه که احمد غزالی نقل کرده در کتاب خودش و بعضی دیگه هم مثل عین القضات هم در یکی از آثار خودش به این اشاره کرده. به هر حال ولی ما خیلی نمیشناختیم این شخص کی بوده جز این رباعی. این رباعی رو هم درست نفهمیده بودن که چی میخواد بگه زان نور سیاه زلا نقط برتردان. اولا یکی از نخستین کسانی است که درباره نور سیاه، نور سیاه حرف زده و بعد گفته این نور سیاه رو زلا نقط برتردان. لا نقط منظورش چیه؟ که میگه که نور سیاه بالاتر از اونه، بالاتر از نامونه. من یک رساله کوتاهی پیدا کردم به زبان فارسی از همین این ابوالحسن بستی نیشابوری و با یه شرح حال از این شخص که چاپ کردم و توضیح دادم که این در این رباعی چی میخواد بگه، در واقع کل سیر و سلوک عارفانه خودش رو با توجه به لا اله الا الله داره بیان میکنه، مراتب مختلف لا اله و الا الله. اون لا نقط یعنی نقطه لا، یعنی لای لا اله الا الله، که میگه نور سیاه بالاتر از نقطه لا در لا اله الا الله. این سیری است که همینطوری با لا اله الا الله این داره توضیح میده. و این رو توی اون رساله کوتاهش هم این مضمون رو بیان کرده. در مورد بابا طاهر که خب 5-6 سال پیش من این رو نوشتم و چاپ کردم، در واقع ببینید برخی از این شخصیت های ما هستن که اینها هنوز این شخصیت ها از نظر زندگی و احوالشون در یک حالت افسانه، مثلا در انگلیسی بهش میگن لجند، اینا لجندری هن، یعنی یه حالت افسانه‌ای دارن. مثل فرض کنید بایزید بسطامی، بایزید بسطامی یه حالت لجنده، یه حالت افسانه است، شخصیتش هنوز
مثلا به خصوص در این 40-50 سال اینا این شخصیت ها درست شناخته نشده بودن نظر تاریخی که ما ببینیم کی متولد شدن چی گفته بودن چه شاگرداشون کیا بودن و کجا بودن پیش کی مثلا اینا درس خونده بودن یا تربیت شده بودن چه کتابایی نوشتن چه آثاری از خودشون باقی گذاشتن اینا ما این شخصیت ها رو نمیشناختیم هنوز هم خود مثلا فرض کنیم ابو سعید ابوالخیر ابو سعید ابوالخیر تا این 50 سال پیش مثلا این حالت افسانه ای رو داشت تا اینکه به هر حال راجبش کتاب نوشتن این کتابی که اولین کتابی که راجبش نوشتن آقای فریتز مایر نوشت که اسم کتابش هم گذاشت حقیقت و افسانه یعنی من نتونستم واقعا اینو از تو ابو سعید ابوالخیر رو نتونستم از اون افسانه هایی که دور هول هوش این ساختن و ما اون افسانه ها رو به عنوان چیزهای فکتوال میشناسیم نتونستم اینا بیارم بیرون به هر حال ولی خب واقعا یکی از کتاب های فوق العاده مهمه که به زبان آلمانی نوشته به فارسی هم ترجمه شده مون. در مورد بابا طاهر هم افسانه زیاد گفتن داستان زیاد گفتن و رباعیات مثلا بهش نسبت دادن ترانه هایی که هست خب من اومدم پیدا کردم که شخصیت تاریخی که بابا طاهر با اون تطبیق میکنه و اونه اون کی بوده اون معلوم شد که قبل از اون بابا طاهری که معمولا میشناختن که میگفتن در زمان طغرل زندگی میکرد این قبلا زندگی میکرد در اواخر قرن چهارم بوده و اوایل قرن پنجم این زندگی میکرده و بعدم این اشعاری هم که به اون نسبت دادن به جز یه تعداد معدودی که به اونا میگفتن فهلویات یعنی به زبان پهلوی بوده و زبانی که در همدان اون موقع رایج بوده و غیر از اونا دیگه اون بقیه چیزا اصیل نیست به هر حال این کتابی رو بود که من درباره بابا طاهر نوشتم و البته بعدش من متوجه شدم که یه جنبه‌های معنوی در تصوف این هست و بعید نیستش که استادان بابا طاهر هم معنوی بودن حالا اون به هر حال یه بحث دیگه است در مورد عارفی از الجزایر که در واقع شرح حال شیخ احمد علوی الجزایری باشه یه کتابی بود به زبان انگلیسی در اومده بود از مارتین لینکس یکی از به اصطلاح شخصیت‌های سنت‌گرا و مسلمان اروپایی انگلیسی بود که چند تا کتاب ازش در اومد و به زبان فارسی هم بعضیش ترجمه شده مثلا یکیش درباره شکسپیر نوشته بود این کتاب راجع به برها شیخی بوده که به اصطلاح شیخ و مرشد همین به اصطلاح سنتگراهایی مثل شوان و فریتون شوان و خود همین این مارتین لینگز اینا بوده این کتابم به انگلیسی بود من ترجمهش کردم به زبان فارسی اون موقع به هر حال یه مقدار من هنوز علاقه داشتم به این سنت گراها و اینها به همین دلیل حتی خودم هم سعی می‌کردم توصیه می‌کردم که بعضی از آثارشون مثلا به زبان فارسی ترجمه بشه از جمله مثلا اون کتاب رنه گنون بود که من در مرکز دانشگاهی استراب سیطره کمیت دادم به آقای کاردان ترجمه کرد به زبان فارسی به هر حال اون زمان من رو علاقه‌ای که داشتم به اینها این کتاب رو ترجمه کردم به زبان انگلیسی فقط نهج الخاص بلکه آثار دیگر ابو منصور اصفهانی رو هم تصحیح و چاپ کردم و
قراره که یکی از همکاران من اینا رو همه رو جمع بکنه و به صورت یک کتابی در بیاره. هم راجبش نوشتم، شرط دادم و هم خود آثارش هست که به هر حال مهمترین شخصیتی است که در به اصطلاح نمایندگی میکنه تصوفی که در اصفهان بوده در قرن چهارم و اول قرن پنجم، که مثلا خواجه عبدالله انصاری و خیلی اینو قبول داشته. به هر حال آثار این رو نهج الخاص، البته اول قبل از اینکه من اینو چیز بکنم قبلا چاپ شده بود، من با نسخه های جدید اومدم این کتاب رو مجددا تصحیح کردم و چاپ کردم. بعدم آثار دیگر همین ابو منصور اصفهانی رو من درآوردم. اما درباره سلمی هم طور که عرض کردم دو جلدش رو خودم تنهایی، مجموع آثاری که دیگرانم تصحیح کرده بودن و اینها، جمع‌آوری کردم با مقدمات و در دو مجلد درآوردم و مجلد سومم با همکاری آقای دکتر سوری، محمد سوری درآوردیم که حالا قرار جلد چهارمش هم در باشه.